تظاهرات کنیم؟ سرکوب میشه بابا، این حکومت قویه. ببین جمله اولت جمله دوم رو رد میکنه. کسی که سرکوب میکنه ضعیفه نه قوی. منظورتو نفهمیدم. ساده است، کسی که سرکوب میکنه خودش میدونه که دیر یا زود سرنگون میشه. عکسش رو تصور کن. تو حکومت‌های دموکراتیک چون چیزی به نام قدرت مادام العمر در یک فرد خاص وجود نداره، در نتیجه ترس از دست دادن قدرت هم وجود نداره. این حکومت‌ها اونقدر قوی هستن که میتونن اعتراضات رو تحمل کنن، چون ته خط منجر به جابجایی قدرت میشه، چیزی که به هر حال تو حکومت‌های دموکراتیک مرسومه. بله هموطن، آخوندها همین که دست به سرکوب میزنن یعنی پذیرفتن که یه روز توسط مردم سرنگون میشن. فقط دارن تلاش میکنن زمانش رو عقب بندازن که اون هم حالا دیگه امکان پذیر نیست. شورشگران پیروزی میسازند.